برنامه بسیار عالی این با واقعا خسته نباشید. چشمون به دیدار تمام مجاهد روشن شد و با شکرگزاری این ایام که مجاهدین با سرافرازی به آلبانی هجرت کردن و با تبریک به نزدیک شدن به روز 30 دی. من مزاحم شما نمیشم، همه گفته ها رو همه دوستان گفتن، فقط خواستم که یک مقداری رو که گروهی جمع کردم اعلام کنم. از $10,000 از طرف یه پدر مادری که خیلی به شما سلام رسوندن، خیلی دوست دارم به دیدارتون بیان ولی به خاطر وضعیت جسمیشون نمیتونن بیان، خیلی سلام رسوندن. از طرف حسن و سعید و رحیم $600، یعنی $200 و از طرف مادر دیگری $200. من بر اصل ولایت فقیه، لعنت بر خمینی، هزاران درود بر رجوی. قربان شما، خسته نباشید، خدا حافظ. میخواستم حمایت یکی از اشرف نشانان آمریکا رو که سالهای متمادی توی صحنه های مختلف سیاسی فعالیت داشتن رو اعلام بکنم. خودشون نتونستن بیان روی خط. برادرم علی از تگزاس مبلغ $20,000 رو برای همیاری تقدیم سیمای آزادی می کند. به همه دستندرکاران سیمای آزادی، چه توی استودیو و چه اونایی که پشت صحنه هستن، خدا قوت میگم و خدا نگهدار همگیتون. واقعا دمتون گرم، امسان هم گل کاشتید. با وجود شما همه جا گریزانه. تشکر کنم که وقت به من دادید. سال 2016 که گذشت برای مردم ایران و مقاومت عالی بود. سال 2017 که نیکی کرد. و میخواستم از این موقعیت استفاده کنم و از تمام ایرانی خارج کشور بخوام که در کهکشان انسان حتما شرکت کنند. این وظیفه ملی و مذهبی و غیرتیشونه. از این که یادم داره میخواستم به جهنم رفتن ملیجک خمینی تبریک به همه بگم. یه بار دیگه هم در باره کهکشان میگم، این حتما تمام ایرانی ها که واقعا ضد آخوندن و با غیرت و وطن پرست هستن، وظیفه ملیشونه که بیان، چون واقعا کهکشان تاریخ سازه. وقتتون نمیگیرم، من هوشنگ خودم $400 کمک و یکی از برادران خوبمون $300 یه ایران خوب که میخواست اسمش گفته نشه، من از طرف او مبلغ $700 ناقابل به همیاری کمک بکنیم. وقتتون نمیگیرم، دمتون گرم، خدا قوت، خسته نباشید. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد سازمان مجاهدین خلق ایران، خدا حافظ. همون با سلام و خسته نباشید به خواهران و برادران دستندرکار در برنامه های سیمای بقای آزادی، برنامه های بقایت با محتوا و آموزنده و در این حال سرگرم کننده. در ضمن خواستم از این فرصت استفاده کنم و سلام عرض کنم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم، این راهبران خستگی ناپذیر و پاک، راهبرانی که توانستن اشرفیان پاک را در دامان خود بفرورانند. اشرفیان پاکی که اگر در صحنه ایران نبودند، من شخصا نمیدانم چطور میتوانستم به ایرانی بودنم افتخار کنم. و به واقع باید شکرگزار خداوند یکتا بود که این سرمایه های بسیار ارزشمند و ملی را برای مردم ایران حفظ کردند. در پایان مبلغ $1,500 را به سیمای مقاومت به آزادی تقدیم می کنم. البته همونطور که می دانید ارقام مهم نیستند. اون چه مهم است این است که این مبلغ از طرف یک ایرانی و برای یک ایران مستقل و آزاد تقدیم می شود. موفق و سرفراز باشید. مرگ بر اصل و نسل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای جلاد، مرگ بر روحانی شیاد، لعنت بر خمینی، زنده باد آزادی، درود بر رجوی، درود بر رجوی.
خدا یار و نگهدار همگی. راستش دوستان و هموطنان همه حرفای لازم رو زدن و من تنها نکته رو که میخواستم تأکید کنم اینه که بایستی به وضوح اشراف داشته باشیم که کجای راه هستیم و نقطه مختصات کنونی چیه. به نظر من شاید کنونی داره سه خصوصیت مشخص: یکی اینکه رژیم در بنبست کامل و در محاصره بحران‌های فزاینده است و اصلا ابتکار عملی برای اون متصور نیست. مشخصه دوم شرایط کنونی رو من میتونم بگم که مقاومت در اوج توانایی، انسجام و سلامت تشکیلاتیه و خصوصیت سوم اینه که شرایط بیرون از خودمون، چه در داخل و چه در خارج، در بهترین و پذیراترین وجه اون از سال 60 به بعده و شاید این سه تا خصوصیتی رو که من گفتم خودش معنی همین شرایط، معنی اینه که ما توی یه دوران جدید به سر میبریم، یه دورانیه که اون مقداری که آدم انرژی میذاره یا یک ریال و یا یک دلار اون که آدم خرج میکنه در برای مقاومت، تأثیری که داره خیلی بیشتر از اون تأثیریه که سالهای پیش یا مراحل گذشته همون مقدار انرژی که آدم صرف میکرد یا به لحاظ مادی پولی خرج میکرد نتیجه خیلی بیشتری الان داره. در نتیجه این خیلی مهمه که توی این شرایط و دوران جدید و که دوران سرنگونیه و محیط آماده است، ما بتونیم که انرژی هامون و هر ساعت چیزی که داریم به لحاظ مادی، وقت آدم میخواد بذاره یا پول میخواد بده در راه مقاومت، هر ساعت این آدم باید اشراف داشته باشه که نقطه خیلی جدیدی در یه نقطه خیلی جدیدی هستیم که لازم آدم دیگه حد اکثر اون چیزی رو که میتونه بتونه انجام بده که بتونیم به اهداف مقاومت در جهت آزادی مردمون برسیم. من از این فرصتی که بهم داده شده میخوام استفاده کنم و کمک 60,000 دلاری خودمو به سیمای آزادی و مقاومت اعلام کنم به امید آزادی هرچه سریعتر میهن در بندمان. سلام با درود فراوان به تمام مجاهدین خلق ایران در اقصی نقاط دنیا، از واشنگتن تا آلبانی تا ایران، تهران، مشهد. خیلی خوشحال شدم که وقت شدم با شوق و هیجان فراوان اینو امسال به سال نیک میگیریم. امیدواریم که با مجاهدت شماها مجاهدین سال سرنگونی رژیم باشه و ایشالا به زودی بتونیم شما رو در ایران در آغوش بگیریم و سال پیروزی رو در میدان آزادی جشن بگیریم. مبلغ مقابلی 12,000 دلار به شما اهدا میکنم برای سیما. امیدوارم که بتونم مبالغ بیشتری در آینده هدیه شما کنم. سلام بر برادر علیرضا جعفرزاده و برادر احمدرضا و دیگر دوست دست اندرکاران محترم سیمای آزادی خواهی مردم ایران علیه آخوندهای ضد بشر و جهل جنایت ساز، و سلام بر اشرفیان گرامی در آلبانی. من از طرف خودم مبلغ 120 دلار و یکی از هواداران و حامیان مقاومت به نام حبیب از تورنتو کانادا 1,000 دلار به سیمای آزادی و اشرفیان در آلبانی کمک میکنم و از همه هموطنان عزیز خواهش میکنم که در این همیاری شرکت فعالانه داشته باشند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، درود 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 بر رجوی. کانادا زنگ میزنم. اول باید بگم که من حرف حسمت خانو گوش کردم از ساعت 4 بعد از ظهر تو صفحه و تلفن رو قطع نکردم تا بتونم هم صحبتی کرده باشم با هموطنام، هم تبریک بگم به خاطر
شرایط جدید و کمک خودم هم اعلام بکنم. تو این شرایط، شرایطی هستش که همه چی به نفع مقاومت، مقاومت تنها موضوعی هستش که روی شطرنج سیاسی ایران باقی موندش و اینم هیچی نیستش بجز پشتکار بچه های اشرف نشان و بچه های اشرف. خدا به همه تون طول عمر بده. من بیش از این حرفه میزنم چون بقیارم شاید صفحه حشمت خان بیشتر از همه باشه. $200 از جانب خودم، $200 هم از جانب فرخ کمک میکنم. انشالله در مراحل بعدی بتونم بیشتر کمک بکنم. من شاهین هستم، خواستم از طرف خودم و همسرم $12,000 رو برای این همیاری ابراز کنم. واقعا جای خوشبختی هستش که امسال تمامی دوستان و رفقای ما در آلبانی هستن و برخلاف گذشته که تحت بمباران و موشکباران و یعنی بودن، الان در آلبانی هستن. این به چه کوری چشم آخوندها هستش.